فقط خبر. رون تولس جناب معاون صاحب اول، دعوت دوباره رئیس جمهوری افغانستان از طالبان برای بازگشت به مذاکره. غنی میگوید تخریب کنندگان داخلی نظام را تحمل نمی کند. متاسفانه این ویروس اکتفا نکرد به استانهای جنوبی و شرقی. و پیشروی سویه دلتای ویروس کرونا در ایران، دولت میگوید واکسیناسیون گروه سنی 68 سال به بالا را این هفته آغاز میکند. تجمع گروهی از دامداران و کشاورزان مقابل استانداری خوزستان میگویند بی‌آبی باعث بیکاریشان شده. و آتش ایتالیایی‌ها برای قهرمانی دوباره در جام ملت‌های اروپا بعد از 53 سال. سلام دوباره، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خطاب به طالبان گفته اگر قرار است فردا مذاکره کنید، چرا امروز به پای میز مذاکره نمی آیید؟ آقای غنی که برای افتتاح فرودگاه بین المللی خست به این ولایت سفر کرده، طالبان را متهم کرده در جهت حفظ منافع دولت‌های دیگر عمل می‌کنند. و همچنین گفته کسانی را که از داخل نظام را تخریب می‌کنند تحمل نخواهد کرد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. میره بانیم. سفر محمد اشرف غنی به ولایتی که هیچ یک از 12 ولسوالی آن به دست طالبان نیفتاده. او گفت طالبان هوای جنگ در سر دارند و نه صلح. این هم سوالهایش از طالبان. لومړی چاده پاره جنگیگی؟ اول برای چی کسی می جنگید؟ به خاطر افغانستان یا می خواهید افغانستان زیر دست دیگران قرار گیرد؟ اگر افغانستان را دوست دارید، با من تعهد کنید که دیورند را نپذیرفته اید. با من تعهد کنید که آب افغانستان را به دیگران نمی فروشید. با من تعهد کنید که نوکری دیگران را نمی پذیرید. از دید طالبان اما پاسخ برخی از این سؤالها از قبل داده شده. آنها خود را گروهی مستقل می دانند که برای برپایی نظامی به گفته خودشان اسلامی سلاح برداشتند. امروز هم ادعا کردند که توانستند دست کم 3 ولسوالی شیخ علی و سرخ پارسا در ولایت پروان و علی شنگ در ولایت لغمان را تصرف کردند. تصرف سریع 10 ولسوالی توسط طالبان در مدت بسیار کوتاه حدوداً 3 ماهه این گمانه را ایجاد کرده که گویا برخی از داخل نظام با آنها همکاری می کنند. ادعایی که آقای غنی تلویحاً به آن اشاره و این افراد را تهدید کرد. او د نظام منس که حق خلق و در داخل نظام کسانی که نظام را تخریب می کنند، بعد از این کسی در برابر آنها صبر و تحمل نخواهد کرد. بدانند هر کسی که هستند اگر دست نکشند فردا رویشان سیاه خواهد شد. ما سرچپه آنها را سوار خر نمی کنیم، اما مردم رویشان را سیاه خواهند کرد. موگ پخرو بند به چپه نگرزه و مگر ولس به مخونه ترکی. در هرات که طالبان توانستند خود را به گذرگاه مرزی مهم اسلام قلعه برسانند، والی از امنیت کامل شهر هرات خبر می‌دهد. به همشهریای هرات، هموطنای هراتی از طریق شما اطمینان می‌دهم که اونا با اطمینان کامل به وظایف و کاربار روزانه خود دوام بدن. شهر امنیتش کاملا تامین شده. خلاهای احتمالی که در اطراف شهر بود، اونا با توظیف نیروهای دفاعی و امنیتی کاملا تحکیم شده و هیچ نوع نگرانی نداشته باشند. دور از میدان جنگ، خبر درباره مذاکرات صلح افغانستان در قطر این است که وزارت خارجه قطر به امریکا وعده سپرده که حمایت سیاسی از این مذاکرات را فراهم خواهد کرد. مذاکراتی که طی 10 ماه گذشته راه به جایی نبرده. علی حسینی از کابل به ما پیوسته. همین حالا علی، آقای غنی صحبت از این کرد که از کسانی کرد که از داخل نظام رو تضعیف میکنن. دقیقا اشارش به چه کسانی هست و گفت با اونها چه خواهد کرد؟
ببینید صحبت آقای غنی وضعیتش برمیگرده به حدود یک یا دو ماه قبل، یعنی زمانی که طالبان پیشروی‌های در برخی مناطق داشتن و گفته شد که در بعضی از این مناطق برخی از بزرگان و متنفذین محلی به نیروهای امنیتی افغانستان پیش آنها می‌رفتند و میانجیگری می‌کردند که تسلیم طالبان شود تا جنگ و خونریزی صورت نگیرد. بعد از آن وزارت داخله افغانستان در اعلامیه گفت که این کار خیانت محسوب می‌شود و با افرادی که دست به چنین اقداماتی می‌زنند برخورد قانونی صورت می‌گیرد. و بعد هم دیشب فایل صوتی از معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امرالله صالح دست به دست شد در رسانه که او یکی از نمایندگان ولایت بادغیس در مجلس نمایندگان را تهدید کرده بود و همچنین با لحن بسیار تند او را متهم به خیانت کرده و گفته بود که اسنادی به دست و مدارکی داریم که تو نیروها را تشویق میکنی که به گروه طالبان بپیوندند، گرچه او این موضوع را رد کرد. به نظر میرسه که اینها در مواردی صورت گرفته و آقای غنی واکنش به همین افراد بود و خواست که چنین اقداماتی پایان بیابد. باید گفته شد که در برخی از مناطق افغانستان تک و تک واردی وجود داره که مردم برایشان مهم این است که امنیت حاصل بشه، حالا این امنیت تامین بشه، این امنیت از چه طرفی زیاد چندان برایشان مهم نیست و به همین خاطر گویا بعضی تحرکات صورت گرفته، گرچه میشه گفت که موارد اینچنین بسیار کم بوده، یعنی تک و توک مواردی دیده شده. آقای غنی خطاب به طالبان چه گفتی که او میگه اگر میخواهید مذاکره کنید همین حالا، اگر در نهایت قصد مذاکره دارید چرا همین حالا نمیایید به پای میز مذاکره؟ او دقیقاً منظورش چه است و درخواستش چیه؟ ببینید آقای غنی به نوعی چالش طالبان رو به چالش کشته با اینکه چرا پشت میز مذاکره نمی نشینید تا آینده افغانستان، آینده این جنگ و وضعیت پشت میز مذاکره مشخص بشه و نه میدان جنگ. او گفت که قبلا هم از گروه طالبان و همچنین پاکستان که آقای غنی پاکستان رو متهم میکنه به حمایت از طالبان خواسته بودن که یکی را انتخاب کنه بین جنگ و مذاکره و گروه طالبان و پاکستان جنگ رو انتخاب کردن. به همین خاطر وضعیت و پیامدی که از جنگ حاصل میشه ملامت آنها پاکستان و همچنین گروه طالبان است. این موضوع آقای غنی فعلا است. گروه طالبان هم ادعای مشابهی داره، میگه که اونها آماده مذاکره هستن اما حکومت افغانستان پشت میز مذاکره نمی نشینن. مردم افغانستان با چنین وضعیتی روبرو هستن. به هر حال از مسئله مذاکره و مسئله قطر هم چندان نشانه خوبی فعلا دیده نمیشه. فقط این که وزارت خارجه قطر به ایالات متحده آمریکا وعده داده که حمایت سیاسی برای آغاز مذاکرات قطر، آغاز مذاکرات افغانستان در قطر را دوباره فراهم خواهد کرد. اگر بتونی خیلی کوتاه هم به ما از وضعیت میدان جنگ بگی در 24 ساعت گذشته. ببینید در 24 ساعت گذشته دست کم میشه گفت که گروه طالبان ادعا کردن که 3 ولسوالی را در 2 ولایت تصرف کردن و گروه حکومت افغانستان نیروهای امنیتی هم گفتن که برخی از ولسوالی ها را دوباره از کنترل و تصرف گروه طالبان بیرون ساختن. وضعیتی که میشه گفت که طی چند روز گذشته مشابه است. ممنونم از عطاری علی حسینی همکارم از کابل. دولت آمریکا میگوید در مذاکره با تهران به کمتر از آزادی همه زندانیانش در ایران رضایت نخواهد داد. تصاویری که البته میبینید مربوط هست به خبری در مورد اینکه منابع محلی از کشته شدن یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان ارومیه خبر دادند. در استان آذربایجان غربی وبسایت کولبر نیوز به نقل از شاهدان عینی گفته نام این کولبر عبدالعزیز حاجی پور بوده و در راه بازگشت از مرز ترکیه از فاصله نزدیک هدف گلوله نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته. گفته شده آقای حاجی پور متأهل و پدر 3 فرزند بوده. او پنجمین کولبری است که در این ماه به دست نیروهای مرزی ایران کشته شده. جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی، مدنی و صنفی در بیانیه‌ای از مطالبات کارگران اعتصابی حمایت کردند. در این بیانیه گفته شده اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت‌های پیمانکاری برای برخورداری از حقوق و مزایای مساوی برای کار مساوی است. امضا کنندگان این بیانیه میگویند برای تحقق حقوق کارگران اعتصابی تلاش خواهند کرد. صدها کارگر قراردادی و پیمانکار بخش خصوصی و بخش صنایع نفت و پتروشیمی ایران بیش از 3 هفته است که در اعتصاب هستند. پلیس ایران میگوید حادثه دیشب در پارک ملت تهران موضوع خاصی نبوده، اما جزئیاتی هم درباره آن ارائه نکرده. دیشب منابع خبری و کاربران شبکه‌های اجتماعی از انفجاری مهیب در نزدیکی پارک ملت خبر دادند.
شبکه خبر هم به نقل از سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت گروه های اطفای حریق به محل اعزام شدند. تاکنون علت و محل دقیق این انفجار مشخص نشده. یک مقام بلندپایه پلیس گفته رسانه های خارجی در این باره جفت‌سازی کردند. اما دولت آمریکا میگوید در مذاکره با تهران به کمتر از آزادی همه زندانیانش در ایران رضایت نخواهد داد. بیشتر دو طرف تاکید کرده بودند که جدا از مذاکرات برجام درباره شهروندان زندانیشان هم گفتگوهایی خواهند داشت. در حال حاضر دست کم 4 شهروند ایرانی آمریکایی به نام های باقر نمازی، سیامک نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز در ایران زندانی‌اند. مقام های ایران میگویند این هفته واکسیناسیون گروه سنی 68 سال به بالا را آغاز میکنند و قرار به مرور سن دریافت کنندگان را دو سال کاهش بدن. همزمان رئیس جمهوری ایران صحبت از بازگشایی مدارس و دانشگاه ها در سال تحصیلی آینده کرده. اما در استان سیستان و بلوچستان وضعیت همچنان بحرانی است و بسیاری از ایرانیان برای دریافت واکسن به ارمنستان میروند. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. مردی بلوچ که با فریاد معاون وزیر بهداشت را بدرقه می کند. آقای دکتر جواب نمیدم، مسئولین ما صندلی رو محکم چسبیدن، به فکر من نیستن آقای دکتر، به خدا هستن. سیستان و بلوچستان چند هفته است که وضعیتش فوق بحرانی است. غسالخانه زاهدان تمام وقت کار میکند. شبنات از ساعت 7 صبح شروع شد تا 8 گاهی موقع 9-10 شب هم ما داشتیم. قبل از همه گیری هم سیستان و بلوچستان که یکی از محرومترین استانهای ایران است مشکلاتی جدی داشت. اولین مشکل اهلی منطقه برقه، باد، آبه. اهلی منطقه 90%شون زیر فقرن. اما کرونا اشکشان را درآورده. تو این وضعیت کرونا، تو این مشکلاتی که هسته، واقعا سخته، سخته، خیلی سخته. دیروز وزیر بهداشت وعده سرعت گرفتن واکسیناسیون را داد. الحمدلله به اندازه کافی هفته آینده برای ما واکسن میرسه. ما واکسن رو به بیش از روز 500 هزار تزریق قرار برسیم. 68 سال بعد میایم حالا تا 66 سال بعد. امروز هم اعلام شد که سن گروهی که واکسن دریافت میکنند 2 سال کاهش پیدا کرده. از روز دوشنبه انشالله ما از گروه 70 سالهایی که قبلا حالا واکسیناسیونشون انجام شده بوده بالا، ما 2 سال پایین تر خواهیم اومد و بحث 68 سال به بالاها رو واکسیناسیونشون از روز دوشنبه شروع خواهیم کرد. کارآزمایی بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا. از طرف دیگر قرار است وزارت بهداشت اولین سری واکسن مشترکی که ایران و کوبا با هم ساختند را این هفته تحویل بگیرد. این هفته اولین بچمون که تولید شده و مجوزش عرض کردم در طی 10 روز گذشته صادر شده رو تحویل وزارت بهداشت میدیم که حدود 130 تا 140 هزار دوزه. همزمان رئیس جمهوری ایران برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها خیز برداشته. انشالله امیدواریم هم آموزش پرورش هم بهداشت درمان هم قرارگاه همه ترتیبات رو ما فراهم بکنیم برای اینکه در سال آینده در مهر ماه انشالله مدارس، پیش دبستانی ها، دبستان و دبیرستان انشالله شروع بشه، دانشگاه هم همینطور. فعلا موج پنجم کرونا گریبان ایران را گرفته و برای برخی از ایرانیان کشور کوچک همسایه ارمنستان کشتی نجات شده است. صف طولانی که می‌بینید ارمنستانه. کسانی هم که منتقد وضع موجودند مؤاخذه می‌شوند، مانند دکتر محمد رضا هاشمیان، پزشک بیمارستان مسیح دانشوری که در لایو اینستاگرامی از وزیر بهداشت انتقادات تندی کرده بود. خفت دادی به مردم ایران، باید محاکمت کنن بابت این خفت. شما و تمام دوروریای خودت خجالت آوره. میخوای توبیق هم کن، میخوای اخراج هم کن. امروز علی اکبر ولایتی مشاور رهبر ایران به او تذکر داد. به او گفت در صورتی که دوباره چنین مواضعی بگیرد، آقای ولایتی ناچار است تصمیمات جدی تری بگیرد. تهدیدی برای پیشگیری از انتقاد. ولی آقای نمکی خفت دادی به تمام پزشکی ایران. خفت دادی، بدبخت کردی، هیچ وزیری. پرهام قبادی، بی بی سی. نگاهی دوباره بکنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. با بالا گرفتن تنش‌ها در افغانستان، رئیس جمهوری این کشور از طالبان خواست به میز مذاکره بازگردند. متأسفانه این
روز اکتفا نکرد به استانهای جنوبی و شرقی و همزمان با پیشروی سویه نوع دلتای کرونا در ایران، دولت میگوید واکسیناسیون گروه سنی 68 سال به بالا را این هفته آغاز میکند. در ادامه این برنامه، آتش ایتالیایی ها برای قهرمانی دوباره در جام ملت های اروپا بعد از 53 سال. زمین لرزه ای به بزرگی 5.9 صبح امروز تاجیکستان رو تکان داد. در این حادثه در شرق تاجیکستان دست کم 5 نفر کشته و ده ها واحد مسکونی خراب شدند. دولت تاجیکستان برای بررسی میزان خسارات و مقابله با پیامدهای این زمین لرزه یک کمیسیون ویژه تشکیل داده. خبرنگار ما سهراب ضیاء از دوشنبه با ما هست. سهراب، کمی به ما بگو که چه گذشته، آخرین خبرها رو بهمون بده. مجید، این زمین لرزه صبح امروز ساعت 7:14 به وقت محلی به وقوع پیوست و ما هم در شهر دوشنبه این تکان خوردن زمین را احساس کردیم. همینطور در شهر خوجند و در شهر کلاب و باختری تاجیکستان در جنوب تاجیکستان هم زمین لرزه محسوس بوده. با گفته مرکز زلزله شناسی آکادمی علوم تاجیکستان، مرکز این زمین لرزه در 165 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه بوده و زمین لرزه در عمق 10 کیلومتر به شدت به بزرگی 5.9 درجه جدول ریشتر شده. با گفته کمیته امور اضطراری تاجیکستان، در ناحیه تاجیک‌آباد بیش از 300 واحد مسکونی تخریب شده است. من چند لحظه قبل با برخی از ساکنان این ناحیه صحبت داشتم. با گفته آنها در روستای کولی بالا تقریبا 80% واحدهای مسکونی تخریب شده و بقیه ساختمان‌ها غیر قابل زندگی و استفاده هست. و همینطور از کشته شدن 5 نفر از جمله یک زن 51 ساله و 4 دانش آموز مدرسه خبر داده می شود. در ناحیه رش، ناحیه دیگر در شرق تاجیکستان نیست، بر اثر زمین لرزه صبح امروز 2 کودک زخمی شده و در بیمارستان هستند. و با گفته کمیته امور اضطراری تاجیکستان، در ناحیه رش نیز دست کم 19 واحد مسکونی خراب شده. شنیدیم که یک کمیسیون ویژه هم تشکیل شده. این کمیسیون ویژه چه کرده و برنامه‌شون چیه؟ بله، امروز در پی این زمین لرزه رئیس جمهوری تاجیکستان با رؤسای نواحی تاجیک‌آباد و رش تلفنی صحبت کرد و در پی این صحبت برخی از مسئولین نهادهای مربوطه از جمله کمیته معماری و ساختمان، کمیته زمین شناسی و همینطور کارشناسان مرکز زلزله شناسی برای آموزش و بررسی وضعیت به اون منطقه اعزام شدند. یک کمیسیون ویژه هم تحت ریاست قاهر رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان تأسیس یافته و اونها رفتند به اون منطقه تا وضعیت را بررسی کنند، میزان خسارات وارده را همینطور مشخص کنند و به آسیب دیدگان زمین لرزه کمک های اولیه بهداشتی و غذایی برسانند. تاجیکستان در قاره آسیا یک منطقه زلزله خیز است و تقریبا همه روزه در این کشور زلزله های رخ میدهند. از جمله در ناحیه تاجیک‌آباد که امروز بیشتر از نواحی دیگری شرق تاجیکستان آسیب دیده، درست یک سال پیش زمین لرزه شدید به وقوع پیوسته بود که در اثر آن 60 واحد مسکونی در اون منطقه خراب شده بودند. ممنونم از سهراب. سهراب ضیاء همکارم از دوشنبه. در پی خوشسالی در استان خوزستان ایران، امروز هم عده‌ای از کشاورزان و دامداران مقابل ساختمان استانداری در اهواز تجمع کردند. امسال بارش کم باعث خشکی تالاب‌ها و مراتع شده و کسانی که برای امرار معاش به اونها وابسته هستند با مشکلات جدی مواجهند. در این شرایط تنش‌ها بر سر تقسیم آب هم در این منطقه بالا گرفته. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. استانداری خوزستان از این دست تجمعات زیاد به خود دیده. بسیاری درباره مشکلاتی که نحوه تقسیم آب ایجاد کرده. این بار اعتراض از طرف دامداران و کشاورزان جوامع محلی است. قربانیان اصلی ابر پروژه های مدیریت منابع طبیعی. خواسته کشاورزان آب است. آبی که کمبودش به گفته این معترضان شغل و معیشتی باقی نگذاشته. این معترضان برای سرپا نگه داشتن مشاغل خود و امرار معاش احتیاج به آب دارند. روشن نیست بیشتر این معترضان دامدار هستند یا کشاورز، و اینکه اگر کشاورز هستند چه محصولی کش می کنند.
کشت محصولاتی مثل برنج خود بخشی از مشکل بحران آب است، چرا که کشت برنج بسیار آببر است. اما دامپروری در استان خوزستان مثل استانهای دیگر دچار توسعه بیرویه نشده و آببر نیست، ولی دامداران خوزستان این روزها شاهد تشنگی و گرمازدگی دامها و به خطر افتادن معیشت خود هستند و این خشمی است که امروز منجر به تنش میان یک دامدار و مدیر سد کرخه شد. تلف میشه، آب زیان اونجا داره تلف میشه. خیلی خوبیه. این آدم ها رو بخش که احشام زنده ببونه. از من خواهده بگیه. من دارم بگیه. سی چه تا خانوار رو محرمت کردن. از من شبهی آمدن. از من دقیه آمدن. از من دقیه آمدن. از من دقیه آمدن. که مردم اونجا مشکنه آمشان. سد کرخه آبی را که باید به تالاب هورالعظیم سرازیر شود کنترل می کند. در فصل خوشسالی و کم آبی اولویت با مصارفی است که تأمین نشدن آنها از نظر مقامات بیشترین هزینه را دارد. آنجا هم که آب سد کرخه به سمت تالاب هورالعظیم باز می شود، به علت گرمای زیاد و اوضاع اقلیمی آب به سرعت تبخیر می شود. هرچه به سمت جنوب بریم مثلا ما تبخیر میانگی تبخیرمون بیشتر از 3000 میلیمتر. و در این میان صدای آنهایی که در این تقسیم آب بازنده هستند هر روز بلندتر می شود. سیاوش اردلان، بی بی سی. چند خبر کوتاه. دو هفته بعد از فرو ریختن یک برج مسکونی در شهر میامی آمریکا، امدادگران جسد 15 نفر دیگر را از زیر آوار بیرون کشیدند. تا کنون جسد 79 نفر پیدا شده، اما هنوز اجساد 61 نفر دیگر زیر آوار است. از زمان فرو ریختن این ساختمان هیچ کسی زنده از زیر آوار پیدا نشده. هنوز علت دقیق فرو ریختن این برج 40 ساله مشخص نشده. در ژاپن مقام‌های المپیک توکیو می‌گویند برای مهار شیوع کرونا رقابت‌هایی که در استان فوکوشیما برگزار می‌شود هم بدون حضور تماشاگر خواهند بود. بیشتر اعلام شده بود که رقابت‌ها در توکیو پشت درهای بسته برگزار می‌شود. به این ترتیب مسابقات المپیک امسال که دو هفته دیگر آغاز می‌شود یک رویداد عمدتاً تلویزیونی خواهد بود. بیش از 30 میلیون آمریکایی در غرب و جنوب غرب این کشور برای مواجهه با موج شدید گرما آماده می شوند. پیش بینی می شود که دمای هوا به نزدیک 50 درجه سانتیگراد برسد و مقام های محلی نسبت به خطرات گرمای زیاد هشدار دادند. در هفته های گذشته 100 نفر بر اثر موج گرمای مشابه در غرب کانادا و آمریکا جان خود را از دست دادند. با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز همه‌گیری کرونا، هنوز جنبه‌های مهمی از این ویروس برای ما ناشناخته‌اند، از جمله میزان آسیب‌پذیری کودکان در برابر این ویروس. حالا یک پژوهش علمی در انگلستان نتایج جدیدی به دست آورده. دولت هم گفته به زودی تصمیم می‌گیره که آیا تزریق واکسن به کودکان لازم هست یا نه. گزارش نائومی گریملی رو با هم ببینیم. پژوهش برای روشن شدن گوشه دیگر از همه‌گیری کرونا توسط 4 دانشگاه در انگلستان. این تحقیق پرونده پزشکی 61 کودک را دوباره باز کرده. آنها که در سال اول همه‌گیری آزمایششان مثبت شده و جان باختند. از این میان تنها 25 کودک مستقیما در اثر ویروس و نه عوامل زمینه‌ای دیگر درگذشتند. آسیب‌پذیرترین گروه آنهایی بودند که از کمتوانی شدید عصبی رنج می‌بردند. اما مانند بزرگسالان عوامل دیگری هم در تشدید تاثیر ویروس شناسایی شدند. بیشتر کودکانی که قربانی شدند از چند عارضه همزمان رنج می‌بردند، مثل مشکلات قلبی عروقی یا اضافه وزن. با همه اینها بر اساس این تحقیق به صورت کلی از هر 500 هزار کودک و نوجوان تنها 1 نفر قربانی ویروس کرونا می شود. اگرچه رده سنی کودک و نوجوان غالبا در مقابل عفونت‌های تنفسی آسیب پذیرند، ولی ما موردی از فوت در اثر کرونا بین این گروه ندیدیم. حتی بچه‌هایی که مثلا مشکل آسم داشتن یا اونایی که مبتلا به فیبروسیستیک بودند که هم تنفس و هم گوارش رو مختل می‌کنه، همینطور بچه‌هایی که سندرم دان داشتند یا با دیابت نوع 1 دست و پنجه نرم می‌کردند.
اسرائیل و آمریکا واکسیناسیون کودکان را شروع کردند. بریتانیا اما فعلا در حال بررسی داده‌ها از این دو کشور است و قرار است به زودی تصمیم مهم را بگیرد. اینکه آستین کودکان را برای واکسیناسیون بالا بزند یا نه. شمارش معکوس برای فینال جام ملت‌های اروپا شروع شده. انگلیسی‌ها بعد از 55 سال در یک تورنمنت بزرگ به فینال رسیدن و امیدوارن در زمین خودشون برای اولین بار قهرمان اروپا بشن. اما در برابرشون ایتالیاست، کشوری که اگرچه تنها یک بار یعنی 53 سال پیش قهرمان اروپا شد، 4 بار برنده جام جهانی شده. ایتالیا همچنین تنها تیم این دوره از مسابقاته که همه بازی‌هاش رو برده و در 33 مسابقه اخیرش بدون باخت بوده. بعد از سالی دشوار به دلیل همه‌گیری کرونا، شاگردان روبرتو مانچینی امیدوارن با گرفتن این جام بتونن دل ایتالیایی‌ها رو شاد کنن. مارک لوئن از روم گزارش می‌ده. It's not just England impatient for football glory. در فینال فردا شب تنها انگلیسی‌ها تشنه بردن جام نیستند. 53 سال از آخرین باری که ایتالیا جام اروپایی را به خانه برده می‌گذرد. هرچند لاجوردی پوشان در این سالها لذتی بزرگتر را هم چشیدند، از جمله قهرمانی جام جهانی 1982. و حالا مردی که تجربه شیرین لمس هر دو جام را در کارنامه خود ثبت کرد، دینو زوف، دروازه‌بان اسطوره‌ای، از حس و حال آن لحظات می‌گوید. انگار تو بهشتی. او میگوید ولع ایتالیا برای افتخار آفرینی تمامی ندارد و حالا وقت بردن جامی دیگر است. بچه های تیم به نصیحت من احتیاجی ندارن، ولی خب تو همچین فینالی طبیعتا باید آرامش رو حفظ کنیم و ایمان داشته باشیم به اینکه ما میتونیم. خودم حس 53 سال پیش رو دارم. ببین، وقتی جام رو میبری بالای سرت احساس میکنی خدا هستی، تو عرش اعلی نشستی. به نظرم ایتالیا بازم میتونه قهرمان بشه. تیم ما خیلی قویه. And they know it. و این واقعیتی است که خود بازیکنان هم میدانند. بعد از سرافکندگی به خاطر بازماندن از جام جهانی پیشین، تیم زیر نظر روبرتو مانچینی پوست انداخت و اعتماد به نفس دوباره به اردو بازگشت. این روحیه را حتی در میان رده‌های سنی پایین‌تر هم میتوان دید. فوتبال مثل خون تو رگ ایتالیایی‌ها جریان داره و افتخارات گذشته همیشه الهام بخش نسل‌های جدیدشون بوده. شاید انگلیسی‌ها به شدت تشنه بردن این فینال باشند، ولی وقتی پای عشق و تعصب در میون باشه، قطعاً نبرد با گلادیاتورها خیلی نفسگیر میشه. تب فوتبال حالا در ایتالیا به اوج خود رسیده، کشوری که 53 سال برای این جام منتظر مانده. اندکی دیگر اگر صبر کند، شاید رویای شب نیمه تابستانش را کامل کند. فردا شب باید ببینیم چه میشه. ممنون که همراه ما بودید. تا دقایقی دیگه با خلاصه خبرها با شما.